تکفیر صحابه توسط آخوند رافضی. اهل بیت فرمودند پیغمبر اسلام که از دنیا رفت ارتد ناس، دقت بفرمایید، این ناس یعنی صحابه پیرامون موجود در مدینه، اینها تا 12 نفر گرایش به علی بن ابی طالب داشتن، بقیه چی شدن؟ ارتد عن الاسلام، چون تابع برنامه اسلام در قبول ولایت علی نشدن. این آخوند میگوید بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جز 12 نفر تمامی صحابه مرتد شدند. اما آخوند ابوالقاسمی میگوید شیعه معتقد است که 12,000 نفر از صحابه با ایمان از دنیا رفتند. عدد صحابه در نظر شیعه چقدره؟ ما روایت صحیح سند داریم کسانی که با ایمان از دنیا رفتند و پیامبر رو دیدن 12,000 نفر هستند، یعنی عدد کمی نیست. میگن شیعه فقط 3 نفر 4 نفر، نه خیر. دیگری به صراحت میگوید ما که میگیم ارتد الناس بعد رسول الله الا 3، بی خود که نمیگیم، که یکی دوتا نیست اصلا. عمار بعد از توطئه سقیفه میبینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا 3، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر، که سلمان و مقداد و ابوذر سائل میپرسه یا ابن رسول، پس عمار چی؟ میفرما خدا رحمت کنه عمار رو دوچار یک تردیدی شد ولی به سرعت برگشت. ظاهرا امام در ادامه میفرماد بین اون 3 هم 2 نفر باز به نوعی دوچار تردید شدن و 1 نفر باقی مون که مقداد بود. این یکی تقیه یا نفاق را کاملا کنار گذاشته و میگوید اصل رسول الله با رسول الله مکه رفتن، جاهای رفتن، نماز خوندن، جنگ کردن، چه کردن؟ پیغمبر سرش گذاشته می 3 نفر موندن. این هم تأیید چوپان دروغگو. خب از اون طرف آقا میاد میگه آقا شما میگه تمام صحابه مرتد شدن غیر از 4 نفر، اگر روایت، خب بفرمایید. بینندگان محترم، این آخوندها از یک سو میگویند صحابه‌ای که در مدینه بودن همه مرتد شدن به جز 12 نفر و در برخی روایات 3 نفر و در برخی روایات 7 نفر، اما از سوی دیگر مدعی میشوند ما 12,000 صحابی را قبول داریم. حال باید از این آقایان پرسید این 12,000 صحابی چه کسانی هستند و از کجا بودند؟ از دیدگاه آقایان، اصحابی که در مدینه گرداگرد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند به جز 2 نفر همه مرتد شدند. در نظر آقایان صحابی که پس از فتح مکه مسلمان شدند همه فرزندان کسانی هستند که با زور شمشیر ایمان آوردند و در نتیجه اسلامشان پذیرفته نیست. طائف هم پس از مکه فتح شد و در نتیجه ایمان اهل طائف نیز نزد آقایان تفاوتی با ایمان اهل مکه ندارد. سؤال ما از این آخوندها این است که چگونه این تناقضات را برطرف می کنید؟ شما باید تمام صحابه را به جز 12 نفر مرتد بدانید، یا اینکه بگویید اگر این 12,000 صحابی که مورد نظرتان از اهل مکه و مدینه و طائف نیستند پس از کجا بودند؟ از سوی دیگر آیا عاقلانه است که بپذیریم اصحابی که در مدینه بودند و لحظه لحظه عمرشان را با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذراندند همه مرتد شوند، اما صحابه اماکن دیگر که جایشان نیز مشخص نیست هم بر ایمان باقی بمانند؟ آیا صحابی که الله متعال در بیعت رضوان از آنان اعلام رضایت نمود از مدینه منوره نبودند؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم
وأثابهم فتحا قريبا. به درستی که الله از مؤمنان راضی گردید هنگامی که زیر آن درخت با تو بیعت می کردن. پس الله آنچرا که در دلهایشان بود دانست، در نتیجه بر آنان آرامش فرو آورد و فتح نزدیکی را پاداششان ساخت. آیا الله متعال مهاجرین را راستگویان و انصار را رستگاران ننامیده است؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. و نیز بخشی از اموال فی از آن فقیران مهاجری است که از دیار و اموالشان بیرون رانده شده اند. فضل و نعمت الله و خوشنودی او را می طلبند و الله و پیامبرش را یاری می کنند. ایشان همان راستگویانند. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك و همچنین از آن کسانی است که پیش از مهاجران در سرای هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند. کسانی را که به سویشان هجرت کرده اند دوست دارند و در دلهایشان دغدغه و نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنان را بر خود ترجیح می دهند گرچه خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی که از آز و بخل نفس خیش مسون بمانند همان رستگارانند. آیا هنگامی که الله متعال مهاجرین و انصار را راستگویان و رستگاران نامید و از آنان اعلان رضایت نمود و به آنان وعده بهشت داد، نمی دانست که سرانجام ایمان آنان چگونه خواهد بود؟ چگونه ممکن است افرادی که از طرف الله متعال وعده بهشت دریافت کرده اند مرتد شوند؟ ما لکم کیف تحکمون؟ شما را چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟